مرام خدا و سلام بر شما. به تحول امشب با من داریوش احمدی خوش آمدید. رئیس جدید مجلس نمایندگان آمریکا از اقدامات اداره بایدن در دو سال گذشته انتقاد کرده و با پاسخگو قرار دادن اداره بایدن تعهد کرده است. کوین مکارتی که دیروز پس از 15 دور رایگیری بر ریاست مجلس نمایندگان آمریکا رسید، گفته است که از اداره بایدن به دلیل خروج مفتزهان از افغانستان حساب خواهد گرفت. کاخ سفید اما بار دیگر از اقدام هایی که بایدن در مدت دو سال ریاست جمهوریش در زمینه سیاست خارجی گرفته است دفاع می کند. در تحول امشب در همین رابطه بیشتر بحث می کنم، اما در نخست توجه کنید به گزارشی که همکارانم در همین رابطه تهیه کرده اند. نحوه خروج نیروهای آمریکایی و پایان ماموریت 20 ساله نظامی این کشور در افغانستان همواره با انتقادهای در داخل و خارج از آمریکا همراه بوده است. ظاهرا رویکرد اداره بایدن در خارج کردن نظامیان این کشور از افغانستان در ماه آگوست سال 2021 خشم جمهوری خواهان در کنگره این کشور را برانگیخته، چنانچه این خشم هنوز در اظهارات قانونگذاران در کنگره آمریکا پیداست. کوین مکارتی که به تازگی بر مسند ریاست مجلس تکیه زده است، از کسانی است که از نحوه خروج نظامیان از افغانستان سخت دلگیر و ناراضی است. او در نخستین سخنرانیش تعهد سپرده در همکاری با سایر همحزبی‌هایش اداره بایدن را به دلیل خروج شرم‌آور و مفتزهانه سربازان آمریکایی از افغانستان حسابداری قرار خواهد داد. ما با همه طرف‌های مسئول حساب و کتاب خواهیم کرد، از روی کرد خروج از افغانستان تا مرکز کووید و تسلیح اداره FBI. آمریکا قوای خود را نظر به سنجش‌هایی که داشتند از افغانستان بیرون کشیدند، اما در ماهیت عمل که چرا آمریکایی‌ها آمدند خارج شدند، از دید ما آمدنشان یک اشتباه بود، نباید می آمدن در افغانستان و رفتنشان از او کده بزرگتر یک خطا، یک سنجش نابخردانه بود. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، مشاور امنیت ملی و وزیران دفاع و خارجه و سایر مقام‌های ارشد از تصمیم بایدن در خروج نیروها از افغانستان دفاع کردند. کاخ سفید دیروز ساعت پس از انتخاب مکارتی به حیث رئیس مجلس گفت که خواهان همکاری با جمهوری خواهان در مجلس است. سخنگوی مشاور امنیت ملی کاخ سفید بار دیگر از تصامیم بایدن در سطوح داخلی و خارجی دفاع کرد. جان کربی میگوید تصامیم بایدن برای ماندن نیروها در افغانستان منجر به فرستادن نیروهای بیشتر به افغانستان، تلفات بیشتر آمریکایی ها و نیز هزینه میلیاردها دلار دیگر در جنگ افغانستان میشد. هر تصمیمی که در دو سال گذشته توسط رئیس جمهور بایدن در زمینه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و یا کووید گرفته شده، بجا و به نفع آمریکا بوده است. از تصمیم خروج از افغانستان گرفته تا کووید، رفتار با چین و روسیه و چالش‌های درونی همه ایالات متحده را به سوی پیشرفت کشانیده و صفحه نوین را در تاریخ آمریکا به سوی بهبودی و حفظ جایگاه این کشور رقم زده است. در این راستا خود سران آمریکا نه تنها به مردم آمریکا جوابگو باشد، بلکه به جامعه جهانی هم جوابگو باشد. مقام های امارات اسلامی بارها گفتند که امریکای دیگر وجود ندارد و این کشور در 100 سال آینده هم نمیتواند افغانستان را مورد تاخت و تاز قرار دهد و هیچ ابرقدرت هم این جرأت را نخواهند کرد که در برابر مردم افغانستان بیستند. باز هم خوش آمدید مهمانان من در این برنامه. هر یک آقای مقدم امین، استاد پانتون اینجا در استودیو، آقای یحیی چاوش تحلیلگر مسائل سیاسی از روسیه و همچنان آقای احمد خان اندر آگاه روابط بین الملل از طریق خط اسکایپ از سویدن با ما وصل هستند. مهمانان عزیز را به بس خوش آمدید میگم. امین صاحب اجازه بدین در نخست بحث با شما آغاز بکنم. یک تغییرات در مجلس سنای آمریکا به میان آمده که بدون شک دو حزب مخالف بالای یک دیگه میتازن، اما سوالی است که آیا فکر میکنین پاسخگو ساختن اداره رئیس جمهور بایدن در قبال خروج از افغانستان بتونه مشکل را حل بکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض حرمت خدمت شما میهمانان گرانقدر و شنوندگان تلویزیون، خب در افغانستان جنگ امریکایی ها بسیار طولانی شد و امریکایی ها
تلاش کردن که با جنگ خاتمه بدن، ولی اوراهای مناسبی را که باید پیش روی دست می گرفتن که حداقل پاسخگو برای نیازهایی که نیاز است که بر اونا پاسخ بدن، امروز می توانستن که پاسخهای روشن و موجه و قانونمند می داشتن. به هر حال در قضایای افغانستان هم دموکرات ها مقصر است و هم جمهوری خواه ها. هر چهار دوره ریاست جمهوری در افغانستان اینجا نوعی حضور داشتن، ولی آنچه که قابل سوال میتونه ای باشه که سیاست ایالات متحده امریکا در حوزه بین المللی یا سیاست خارجی ایالات متحده امریکا تابع یک نهاد بخصوصی نیست که الان مثلا تنها رئیس جمهور تصمیم گیرنده باشه یا اینکه کانگریس تصمیم گیرنده باشه یا یک نهادی به خصوص دیگه باشه، ولی خب این ارتباط میگیره به وزارتخانه های سکتوری که سیاست خارجی را به نوعی تمثیل میکنن. بله، این خروج شتاب زده از افغانستان باعث شد که رقیب امریکا روسیه را یک بار دیگر وارد یک صحنه جدید بسازه و ایرا جرأت داد که به سبب راحتی بالای اوکراین حمله کنه. و قضایای شما ببینید که اقتصاد اروپا که یک بدنه منافی امریکا در اینجا نهفته است صدمه دید، و این طبیعی است که روان سیاست مدارای امریکا را به یک نوع به اینجا میکشانه که بیاند از هر رئیس جمهور یا کسایی که مقصر در قضایای افغانستان است اینا باید پاسخگو باشه. بله، حالا سوال که مطرح میشه این است که فرض کنیم به این تصمیم برسن که خروج شتاب زده از افغانستان یک تصمیم اشتباه بود و بایدن مرتکب اشتباه شد، به خاطر جبرانش چی کار میکنه؟ آیا گزینه های مثل حضور دوباره میتونه که روی میز قرار بگیره؟ نه، بله، خود طرح خروج ایالات متحده امریکا طرح اوباما بود، حتی در زمانی که اوباما بعد از جورج دبلیو بوش که قدرت به دست میگیره در اون زمان کمپاین های مبارزاتی یا مبارزات انتخاباتی خود یکی از چیزاشی بود که ما سربازای امریکایی را از افغانستان خارج میکنیم، ولی خب زمینه را شما میبینید که دفتر سیاسی تحریک اسلامی طالبان در زمان اوباما در سال 2011 در قطر شکل گرفت و به نوعی ارتباطات به نوعی مذاکره با طالبان در همون زمان صورت گرفت، با کشورهای عربی این موضوع در میان گذاشته شد و به اصطلاح در زمان اوباما به اصطلاح جنگ به یک نوع بخشای اطلاعاتی به حکومت افغانستان واگذار شد و در نهایت در 2014 حدود 90% نیروهای امریکایی افغانستان را ترک کردند. ولی به هر حال ما فکر کنیم که یک اشتباه تکراری بود، یعنی از زمان اوباما تا زمان دونالد ترامپ و بالاخره وضعیت فعلی همون سلسله است که از همون ابتدا مکن و شکست بود. بله. و اینها برنامه طوری بود که حالا در قطر هم برنامه طوری نبود که وضعیت باشه و تغییر کنه، طوری بود که باید امریکایی ها از لحاظ استخباراتی حضور بالفعل در اینجا داشته باشن و در برابر هر نوع تهاجم های منطقه که منافع امریکا را تهدید میکنه پاسخگو باشن. ولی ما فکر کنیم که امریکا در صدد یک بازی جدیدی است، حالایی که این فضا از طرفی پارلمان یا کانگریست بیرون میشه یا از طرفی دکترین قصر سفید عنوان میشه یا هست سکتورهای امنیتی به یک نوعی طرح داده میشه، از هر طریقی که بوده باشه در صدد یک بازنگری از وضعیت افغانستان و منطقه امریکایی ها قرار داره و گزینه های رنگارنگی میتونه باشه. از یک طرف من مطمئن هستم که امریکا طرفداری است که طالبا برگردن به متوافقنامه قطر. بله. مفهومش است که اینها باید روی یک ساختاری وسیع روی یک چارچوبی سیاسی که بتونه همه افغان ها در او سهیم بوده باشن و جنگ ختم شوه. اگر بخواه که تنها طالبا در یک روابط استراتژیک داشته باشه با یک بدنه کلان افغانستان در بیرون از کشور است که طبعا اینا با منافع روسیه بود بار دیگر با یک نوی منافع امریکا را تهدید میکنه. به همین شکل این مشکل روسیه هم داره، ولی برای فعلا تلاشی که طالب امریکایی ها دارن است که یک راهکار جدید ایجاد شود بر مبنای یک گزینه دیگر از جانب آمریکا محتمل است بدون حضور دوباره نظامی.
حضور دوباره نظامیش خیلی بعید به نظر میرسه. براحتی امریکایی ها دیگر از راه نظامی وارد نمیشن. اینجا قضیه پاکستان هم قابل غور و بررسی است. قضیه اوکراین قابل غور و بررسی است. افغانستان برای فعلا چند پارچه است و اکسسیل امکانات بالقوه در افغانستان در داخل و بیرون وجود داره. گزینه هایی است که اگر سر و سامان بدن شاید وضعیت در داخل افغانستان بتونن متشنج کنن، ولی تلاش امریکایی هایی است که به هر وسیله ای که بوده باشه برگردن به متوافق نامه قطر در یک چارچوب سیاسی طالبان را به اصطلاح هماهنگ کنن و اینا را متقاعد بسازن که روی یک برنامه وسیعی که جنگ به صورت قطع ریشکن شوه و امریکایی ها به یک نوع اشراف داشته باشند وضعیت به همین رقم تغییر کنه. سپاسگزارم چاوش صاحب، شما رو به بحث خوش آمدید. میگم کوین مکارتی رئیس جدید مجلس نمایندگان آمریکا مشخصا در رابطه به مبحث افغانستان گفته که با تمامی طرف های مسئول حساب و کتاب خواهد کرد. این حساب و کتاب چه چیزهایی را و چه عملکردهایی را در بر میگیره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما جناب احمدی صاحب، سلام به میمانای عزیز شما و بینیدای تلویزیون شما. خب، یک چیز کاملا مشهود است در سیاست های ایالات متحده امریکا، در تاریخ سیاسی ایالات متحده امریکا، که ایالات متحده امریکا در هر مقطع زمانی، زمانی که در یک کشور، در یک منطقه و یا در یک نقطه جهان سیاست های عمومی از او به شکست مواجه شده، او همیشه پهلو گشتنده، یعنی از دموکرات به دیو جمهوری خواه، جمهوری خواه به دموکرات، در معنا هر دوی طرف یک سیاست پیش میبرند. یک دیومه که ایالات متحده امریکا هیچ وقت استراتژی خود محکوم نمیکنه، هیچ وقت استراتژی خود به محکمه نمیکشانه، بلکه یا پارلمان ها را به قربانی میبره یا رئیس جمهورهای خود. اگر در یک جای با بنبست برسه عاجل، زیر پای یک رئیس جمهور خالی میکنن، پس میکنن، یا پارلمان تغییرات میارن تا خود سیاست های ایالات متحده امریکا در مجموع در سطح جهانی زیر سوال نره. مثلا در مسئله افغانستان ما دو پارامتر قوی میبینیم، یکی که نیروهای ایالات متحده امریکا و یا جنگ افغانستان برای امریکا و غرب به مرحله فرسودگی خود رسیده بود، جنگ به بنبست رسیده بود از یک جهت. جهت دیگه، ایالات متحده امریکا در یک جای دیگه از نقطه جهان جنگ به مرحله پختگی رسیده بود، به مرحله شروع رسیده بود، به مرحله بهره برداری و نتیجه گیری رسیده بود. از سال 2000 و پیش از سال 2014 تا 2021 در کشور اوکراین ایالات متحده امریکا و غرب سرمایه گذاری های بسیار قوی در تربیه نظامی های اوکراینی، در مسلح ساختن از یاد، در متمرکز کردن سلاح های بسیار قوی، هم سلاح ضد تانک، سلاح ضد هوایی، دافع هوا و خیره جابجا کرده بود و کشور اوکراین یک نقطه کلیدی بین اروپا و روسیه بود. بله. از سال 2014 تا فعلا روسیه را ایالات متحده امریکا زیر فشارها و تعذیرات شدید اقتصادی قرار داده بود. تمام منابع از زیر قید کرده بود، منابع تولیدی، منابع سرمایه گذاری و غیره، قیودات بسیار شدیدی. این همه مسائل دست بودن. در رابطه با کشورهای دیگر و چه کارهای دیگری که آمریکا در سیاست خارجیش میکنه به کنار، باز در رابطه با افغانستان است، آیا فکر میکنین که اصلا همین سر و صداهایی که ایجاد شده بتونه چیز را تغییر بده در افغانستان، یا حداقل آمریکایی‌ها دنبال از این باشن که یک استراتژی تازه را در حال حاضر بر افغانستان شکل بدن که از این حالت خونسا بیرون شوند؟ جواب شما را میدوشا با شما، من پیش از اون وقفه کوتاه. به ادامه برنامه باسم خوش آمدین. بفرمایین چاوش سیم جانو. مسئله در همینجی بود که ایالات متحده امریکا باید هر چی زودتر به این شکلی که ما و شما دیدیم به شکل بسیار عجله
نیروهای خود از افغانستان کشید. چرا کشید؟ اینی مسئله بسیار مهم است. زمانی که این نیروها کشید، این حال پس دو مرتبه آوردن نیرو برای ایالات متحده آمریکا به شکل نظامی و داخل شدن به افغانستان برای ایالات متحده آمریکا دیگه مقدور نیست، مشکل است. چرا این ملامتگی ها رو میندازن به گردن دولت بایدن؟ پیش از این رئیس جمهورهای دیگه بودن که در افغانستان دستاوردهای مشخصی نداشتند، در افغانستان نتونستند دموکراسی رو تحکیم کنند. در اینجا هر چیزی که آورده بود آوردن به شکل سوری بود، به شکل واقعی نبود در افغانستان. و این بود که بعد از بیرون شدن امریکایی از افغانستان ما دیدیم که همه چیز دود شد، رفت به هم دموکراسی از یا هم حقوق، هم تمام مؤسسات که در اینجا ایجاد شده بود به خاطر تحکیم بنیادهای اجتماعی دیدیم که همه بروی یعنی کلوخ با آب گذاشتن بود. حالا اینها میخواهند که اونمو نواقص خود به شکل از اشکال بگردن این آن بندازن، گاه بندازن این رو بگردن همو وزیرای یا رئیس جمهورای در افغانستان که خود از یه آورده بودن، برای دیگه کس میدان نمیدادن، اجازه نمیدادن تا رشد کنه. هیچ وکیلی مردمی در افغانستان اجازه رفتن به ولسی جرگه و مشران و جرگه نداشت تا که تایید همی مقامات فاسد نمی بود. در مقامات فاسد هم نقش کلیدی خود امریکایی ها داشتن، اینمی غربی ها داشتن. تشکر. بله. و حالا بله. حالا یا چی میکنم؟ بفرمایید. حالا اینا میخواین به شکلی از اشکال ذهنیت عامه، ذهنیت جهان، ذهنیت کشور، مردم کشور خود به شکلی از اشکال فریب بدن، ماسملی کنن تا در اعمال بعدی خود توجیه بسازن، اعمالی که پلان کردن که بعدن آینده در همه استقامت های ناکام و گذشته خود که قدم گذاشته بودن سیاست های زیاد تغییر نمیکنه، ولی میخواین یک توجیه بدن که در آینده هم بتانن دست باز داشته باشن برای گرفتن بودجه سرسام‌آور، مثل که برای اوکراین 700 میلیارد دلار بودجه جنگی برای اجرا گرفتن در شرایطی که ایالات متحده آمریکا خود از او به قرضهای گیگانت بین المللی غرق است. سپاسگزارم شوسه. بازم به شما برمیگردم. اندرسب شما رو به بحث خوش آمدید میگم. اصلا فکر میکنین کمی بحث خروج آمریکا از افغانستان برای یک قسمت از سیاستمدارایی که آمریکا مهم است یا خیر، یا میخواین که از این مبحث به خاطر اختلافات میان حزبیشان به عنوان یک آلهٔ فشار استفاده بکنن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام آقای داریوش احمدی به شما و مهمانان گرامی برنامه شما و هموطنان عزیز خویش تقدیم می‌نمایم. واقعا که شما درست گفتین، اصلا امریکا فعلا در جهان ابرقدرت است و تمامی موضوعاتشان استخباراتشان که CIA است آنها بررسی میکنه و پیش میبرند. رئیس جمهورا شما میدانید که جو بایدن یک شخصی است که باید تقاعد شد، بسیار ضعیف، بسیار پیر، حتی ایستاد شده نمیتواند. بنان آنها کار خود را درست به پیش بردن. ما من حیث یک نظامی افغان برآمدن اجارا و شکست اجارا افتخار میدانم، خوب شدن که برآمدن، اما متاسفانه که در این 20 سال 1 میلیون افغان اینا به قتل رساندن، به شهادت رساندن و در اینجا حکومت هایی که بودن آنها را هم بدنام ساختن، دموکراسی و جمهوریت را نیز بدنام ساختن و نتانستن، نمیخواستن که افغان ها در آخر بین خود مذاکره درست نماین تا یک حکومت انتقالی درست در افغانستان جابجا شد. این حالت فعلی خودشان رهبری کرده و خودشان خواستن، آنها خواستن که به می شتاب خودشان براین و طالبا قدرت را بگیرند، تمامی موضوعات را تحت کنترل داشتن. و شما که گفتین واقعا فعلا موضوعات انتخاباتیشان است، هرگز آنها رئیس جمهورا و اشخاص نظامی بلندپایه خویش را محاکمه نخواست به خاطر شستشوی مغزهای کشورهای مردم کشورهای اروپایی و مردم خودشان. این قسم یک سناریو را به کار میندازند تا باشد ملامتی که فعلا بالایشان است، هرچند اینا قسمی که نماینده خاصشان آقای زلمه خلیزاد گفتن ضرورت به اجازه و ضرورت به رفتن و پس برآمدن از کسی اجازه نمیخواین، وقتی که اهداف خویش را به دست آوردن
هر وقت که باشن به کشور هم نمیکنن. شما دیدین بسیاری از کشورهای عربی رو تار و مار ساختن و مثل در کشور ما هم وضعیت را مختل ساختن که نتونستن یک حکومتداری خوب باشه، فاسدین را با خود داشتن و قصدن و عمدن آنها را برای مردم حاکم ساخته بودن. فعلا اینا میخوان که بازی جدیدی را به کار پرتن تا هم انتخاباتشان شاید تغییر کنه از حزب جمهوری خواه به حزب دموکرات ها، و همچنان به خاطر شوی مقصی مردمشان که دیگه حکومت هاشان ملامت نباشه. هرچند مردمشان با خبر هستن، وضعیت را خوب کنترل میکنن، وضعیت مردم افغانستان را میبینن، اما اینها فعلا کوشش میکنن که سناریو جدید با راهکار جدید را به کار پرتن تا با جهانیان هم سیاست کنن و با مردم خود هم، و نشان بدن که اینها در وضعیت افغانستان اگر ملامت هستن کنترل را نیز کرده میتونن. بله، حالا سوال یه سندر صاحب که فرض بکنیم حتی به خاطر اختلافات میان حزبی خودشان، اگر فرض بکنیم که بیشتر صحبت شود روی موضوع افغانستان، چه عملکردهای احتمالی در این قسمت وجود داره؟ ما خبرشان خواندم، یک وکیل جمهوری خواهشان به روزنامه گفته بودن که اینا به میلیارد ها دلاری که مصرف کردن اینا رو بررسی میکنن و 76,000 افغان آوردن و چندین هزار در افغان در که امرایشان کار میکردن در افغانستان باقی ماندن، باید غمی از واق خورده شوند، و همچنان وضعیت افغانستان رو باید فعلا هم تحت بررسی داشته باشند. شما میدونید که حریم هوایی مقدسشان است و اینا پشت پرده امرای طالبا هم استخباراتشان دید بازدید میکنه. اینا نمیخواین که از این ساحه استراتژیک بزرگترین فرصت دستشان براین، بلکه اگر اینا نتونستن که یک پایگاه یا دو پایگاه نظامی در افغانستان داشته باشند، اما میخواین که یک حکومت باشد تا تحت تاثیرات از اینا باشند، و میخواین است که اینا پول انگفت را هر هفته کمک مینمایند و کشورهای مثل چین، روسیه، ایران را نمیخواین که پیش بیند. امریکا هرچند خودشان درک کرده برآمدند، این شتاب زده نبودند، اما باز هم به مردم خود نشان میده که ما اشتباه کردیم، ایرا دوباره متحمل میشن، با افغانستان کمک میکنه یا پیش میان و یا هم در سیاست افغانستان بسیار جدی سوال هستند. به این منظور است که اینا یک بازی اجرا میکنند تا باشد به جهان سیاست والای خود را یا قوی خود را نشان بده، و در منطقه که بسیار برایشان مهم است، افغانستان، پاکستان و منطقه آسیای جنوبی و آسیای مرکزی، در اینجا باید حضور سیاسی استخباراتی خود را داشته باشد. تشکر، سپاسگزار هستم. امین صاحب، بارها بایدن از تصمیمش و کابینه بایدن از تصمیمی که در رابطه با خروج از افغانستان بود دفاع کردند، گفتن که اگر در افغانستان میماندیم جزی که دیگر هم اساکر ما تلف شود و میلیاردها دلار پول مصرف کنیم، کدام دستاورد در او خطه نداشتیم. اگر قرار باشه که حالا به هر نحو ادارات مختلف بخواین که اداره جو بایدن پاسخگو بسازن، چه توجیه میتونن داشته باشن؟ چه منافع آمریکا به نظرتون در افغانستان داشت که باید حضور میداشت و باقی میمون؟ خب به صورت کل میپذیریم که افغانستان یک بار دیگر یک بستری برای ناکامی، یک بر قدرت جهان بعد از بریتانیا و بعد از اتحاد جماهیر شوروی قرار گرفت. ولی در نهایت اگر صفحات تاریخ ورق بزنیم میبینیم که این ریشه در مسائل داخلی داره. یعنی در افغانستان همیشه بحث فتح بسیار ساده بوده، یا داخلی یا خارجی. با این اصطلاح وارد حوزه سیاسی، اقتصادی و امنیتی افغانستان شدن. اما بحث حکومت کردن در افغانستان هم برای داخلی ها مشکل بوده، هم برای کسایی که از بیرون از کشور آمدن. امریکایی‌ها هم میپذیرن که شکست خوردن، ولی شما میبینین که در زمانی که در 2001، زمانی که دنیا تصمیم میگیره بر رهبری امریکا، خب بعضی تروریسم مطرح است، بعضی طالبان مطرح است و بعضی دیگر است که بسیاری از تحلیلگران افغان به این باور هستن. بعضی وقت میگن که امریکا شکست خوردن، اما اداره امریکا عملا میگه که او تهدیدی که ما در گذشته از آدرس افغانستان داشتیم دیگر نداشتیم، لانه های تروریسم در افغانستان از بین بردیم و دیگر امریکا
قرار نیست که از آدرس افغانستان تهدید شود. به او اساس ما منافع خود را به دست آوردیم، از افغانستان بیرون شدیم. چرا باید ما شکست خورده باشیم؟ نه، هنوز قضایا خوب گاه شاید ما هم نپذیریم که امریکایی ها شکست خوردن. چرا شکست اگر از لحاظ تحت لفظی هم معنا کنیم، از لحاظ اقتصادی هم معنا کنیم، از لحاظ سیاسی هم شکست شکست است. اما افغانستان، اما امریکایی ها به اساس یک توافق نامه کشور افغانستان ترک کردن، اما قسمی که با یک رویکرد حقوقی بر افغانستان آمده بودند. بله. یعنی اینها جایگاه خود از لحاظ بستر حقوقی هم برای خروج هم برای ظهورشان حضورشان در اینجا توجیه های قانونی دارن و داشتن، ولی در نهایت برنامه هایی که امریکایی ها میخواستن پیاده کنن به صورت قطع شکست خوردن. یعنی اون برنامه هاشون شکست خورد. حالا ما نمیتونیم بگیم کلن امریکایی ها شکست خورد. امریکایی ها اینجا آمده بودن که بس مواد مخدر مطرح بود، بس حکومت قانونمند مطرح بود، بس توسعه اقتصادی مطرح بود، بس یک افغانستانی با قاعده وسیع مطرح بود، ختم جنگ مطرح بود. شما میبینید که هیچ کدامی از این سر و سامان به دست پیدا نکرد. اما برعکس بعد میبینید که با دشمنی که 20 سال با هم دیگر جنگیدن، یک دیگری خود کشتن و این نظام طالبان خود همینجا مسلط بود که اینا را از بین بردن. ولی بعد دوباره بعد از 20 سال جنگ چی توجیهی میتونه داشته باشه؟ خب به هر حال بعضی پلوهای از این نمیشه که بسیار شفاف صحبت کرد، پیچیدگی های سیاسی و استخباراتی خود داره، ولی به صورت قطع امریکایی ها در برنامه‌ای که در منطقه با ویژه در افغانستان داشتن با این هزینه هنگفتگی کردن شکست خوردن. اما این شکست خودم میخواستن که با یک سال نیم مذاکراتی که با امارت اسلامی و کشورهایی که حامی تحریک اسلامی طالبان بودن، این شکست خودم به یک شیوه دیگه جبران کنن. از یک طرف میپذیرین که بسیار هزینه، جنگ افغانستان بسیار هزینه بر شد، طولانی شد و بالاخره زینت های منفی را تعدید با گفتگو با طرف متخاصم خواستن که شکست خود جبران بکنه. بله، این گفتگوها باعث شد که امریکایی ها با شیوه دیگه اینجا حضور داشته باشه، ولی به هر حال طالبان هم فکر میکنین که در صفوفشان یک رنگ نبودن. او تعدادی را که در قطر داشتن، او تعداد به یک نوع باشه کشانده شد و طالبان از ناحیه زور و استقلال و بالاخره از ناحیه دیگه وارد گفتگوی سیاسی شدن. به هر حال من فکر کنم که امروز امریکایی ها وارد یک گزینه های جدید در یک چارچوب جدید، بالاخره با یک طرح جدید با شیوه های مختلف میخوایم به یک نوی حضور داشته باشند. ممنون. ادامه تحول پس از وقفه. ادامه برنامه بازم خوش آمدین. چاورس، سوال که مطرح است وی است که حالا حضور آمریکا پس از شکست یا ترک افغانستان چگونه خواهد بود؟ چی فکر میکنین که حالا اگر آمریکا میخواه که به نحوه در افغانستان حضور داشته باشد، این منطقه برش پر اهمیت است، روابط با حکومت افغانستان برش اهمیت داره، حضورش و تعاملش چگونه میتونه باشه؟ خب اولا نظرم این است که امریکا، خود ایالات متحده امریکا و یا قدرت های بزرگ مثل چین، مثل روسیه، مثل امریکا، ایالات متحده امریکا رو نمیتونیم بگیم که شکست خورد. زمانی که ایالات متحده امریکا از افغانستان بیرون شد، 3000 سرباز ازی در میدان هوایی کابل وجود داشت و کس ندیدیم که سر ازی سرباز حمله کنه، این رو نابود کنه یا گروگان بگیره، یا با بیرون شدن ایالات متحده از امریکا قراردادی وجود داشته باشه که 20 سال حضور ازی باید قرامت جنگی بده. اینا قوانین فرمول های است که برای شکست است. شکست یک کشور، کشوری که بیشتر از 3000 سرگلوله اتمی داشته باشه شکست نخورده. دلار شاکم است، اقتصاد شاکم است، در تمام مناطق جهان مراکز نظامیش حضور داره. میایم سر مسئله افغانستان. در افغانستان سیاست های ایالات متحده امریکا و غرب در 20 سال سیاست های ناکام بود. سیاست های از در افغانستان شکست خورد. دیگه با فایده از یا نبود حضور نظامی ایالات متحده امریکا در افغانستان، باید بیرون می شود. ولی قبل از بیرون شدن حرکت بزرگ ملی خط میانه، خط سوم افغانستان، در طول 3 سال، 4 سال، 5 سال ما طرح‌های دادیم که ایالات متحده امریکا بهتر است حضور نظامی خود در افغانستان خاتمه بده
با حضور سیاسی در اینجا وجود داشته باشه. از طریق همین تلویزیون شما اینمی مصاحبه اینمی گپایی که میگون ثبت است. ایالات متحده آمریکا باید شیوه حضور خود یا شیوه سیاست های خود در قبال افغانستان تغییر میداد، به نفعش بود، هم اقتصادی بود و هم به نفع مردم افغانستان بود. همین لحظه به نفع ایالات متحده آمریکا است که سیاست های خصمانه خود نسبت به افغانستان کنار بگذاره، فشارا را کنار بگذاره، میشه از طریق دیپلماتیک، از طریق سیاست های معقول روابط بسیار دوستانه با افغانستان مطرح کنه. امروز مطرح نیست که این مهم نیست که امروز طالبا حاکم است یا کس دیگه حاکم است. در مجموع این می نقطه استراتژی مهم است برای هم برای جهان، هم برای ایالات متحده آمریکا و هم به کشورهای منطقه. این کشورهای منطقه اطراف افغانستان، بین افغانستان با کشورهایی که سلاح اتمی دارن معاصره است. از دیگه طرف چه کار مثلا میتونه آمریکا که انجام نداده، حداقل بر اساس ارزش‌های خودشان اگر محاسبه بکنیم، در حال حاضر هم با در نظر داشته که اختلاف شدید نظر داره با مقام‌های حکومت سرپرست در افغانستان، بزرگترین کمک کننده بشری افغانستان است؟ ایالات متحده آمریکا اولا در افغانستان ارزش‌های خود زیر پا کرده، ارزش‌های دموکراسی رو زیر پا کرده، در اینج حقوق بشر رو پایمال کرده، در اینج جنایت جنگی رو مرتکب شده. اولا قسمی باید همیار ارزیابی کنه، یار به ارزیابی بگیره و دوم ارزیابی کنه مناسبات خود، نه از طریق زور، نه از طریق تهدید، نه از طریق تفنگ. افغان ها اینه ببینید که نه سلاح اتمی دارن، نه سلاح راکت ضد تیاره، ضد تانک و غیره دارن، ولی مقاومت کردن. این مقاومت مردم بود، مقاومت یک گروه، به نام هیچ گروهی نمیتونه ختم کنه. همچنین جنگایی که در وقت شوروی در افغانستان صورت گرفت، ایره هیچ تنظیم جهادی نباید از این برابردی سیاسی کنه به نام خود ختم کنه. چرا در پاکستان ایجاد شدن، در اونجا نطفه از ایجاد شد، صرف موج سواری کردن. این کسایی که امروز در قدرت حاضرن یا بر مبارزات مردم، بر جنگهای مردم، بر کشته شدن فرزندهای مردم علیه آمریکا، علیه خارجی ها، اینا رو موج سواری میکنند. امروز شرایط به نفع مردم افغانستان نمیچرخه، شرایط بر منافع ملی ما نمیچرخه. منافع ملی ما تهدید است، هم از بیرون هم از داخل. ایالات متحده آمریکا و غرب اگر میخواهی در افغانستان در منطقه جای پای داشته باشه، این جای پای باید از طریق مناسبات علمان تنظیم شده بین المللی باشه، مناسبات اقتصادی باشه، مناسبات سیاسی دوستانه باشه. و این مناسبات سیاسی دوستانه تأمین شده میتونه با استفاده از نیروهایی که و ظرفیتهایی که خود افغانها دارن و ظرفیتهایی که در داخل ایالات متحده آمریکا است، نه تنها به افغانستان و یک تعداد کشورهای دیگه جهان هم همچنین میشه از این کار استفاده شد. ولی با کمال تأسف که سیاست غرب، سیاست تجاوزگرانه و سیاست امپریالیستی از یا برای از یا حکم میکنه که یا نقاط داغ در جهان ایجاد کنه. ما در طول همین دوران حیات خود، شما، من، سالهم، دوستایی که شامل شنوینده های ما شامل هستین، بیاد نداریم که ایالات متحده آمریکا و غرب در یکی از کشورهای جهان بانی صلح باشه و یا بوده باشه، چی در شرق میانه، چی در کشورهای آفریقایی، چی در جنوب شرق آسیا. و شاهد عینی از او در افغانستان هستیم. ای اشتباه است. امروز واضح و روشن در جهان اعلان شده که دیگه جهان یک قطبی وجود نداره، دیگه گیگمون ایالات متحده آمریکا قابل تطبیق نیست. وقتی که گپا هست امروز یک قطبندی های جهان در حال تغییر است. امروز در بسیاری از کشورها دلار تبادله نمیشه، پول ملی یک تعداد کشورها رایج شده میره. اینها همه سیگنال های است برای غرب، برای ایالات متحده آمریکا و کشورهای پشتیبان از او که باید تغییر بنیادی در سیاست های ناکام و گذشته خود بیارند. امروز جهان به شیوه تاریک گذشته دیگه رهبری شده نمیتونه. در اینکه اگه پافشاری کنند یک مسئله به وجود میاد و اون مسئله نابودی مکمل جهان است. سپاسگزارم. تشکر چاوش صاحب. اندر صاحب، وقتی که بحث میکنیم در رابطه به ای که چگونه قرار است آمریکا پس از خروجش در افغانستان بازم حضور پیدا بکنه یا روابط داشته باشه، یک سوال دیگه مطرح میشه که
گفته میشه آمریکا نمیخواد تعامل بکنه با حکومت سرپرست فعلی در افغانستان. سوالی است که واقعا آمریکا نمیخواد که تعامل بکنه یا حداقل ایدئولوژی و افکار و همچنان ارزش های حکومت حاکم در افغانستان باعث شده که آمریکا با کابل تعامل نکنه؟ تشکر میکنم احمدی صاحب. قبل از اینکه به سوال شما جواب بپردازم، ما باید بگویم که به جناب چاویش صاحب و استاد محترم امین احترام مکمل دارم، اما از نگاه نظامی یک کشوری که مقاصد جانی را که اعلان کرده باشه و دست نبرد و دوباره امو حزب یا تنظیم یا گروه یا هر چیزی که شما فکر میکنین یا جانی ها فکر میکنن اونا دوباره از پیشان قدرت بگیره، یک شکست ننگین برای اجنبی ها بود که خوردن از امی افغانای فقیر، هر کس که هستن افغان هستن، و این رو باید شکست بگیریم، بهانه های مختلف رو پیدا نکنیم. جهانیان تمامیشون به یک صدا میگه که امریکا شکست خورده و ما افغان ها بگیم که نه، آنها شکست نخوردن، یک بازی بود، یکی بود، نه، به طور کامل مکمل بعد از اینکه زانو زد و با طالبا مذاکرات را آغاز نبود، ما دانستم من حیث یک نظامی که امریکا در حال شکست است و از نگاه اقتصادم شاید خراب شده باشه و همچنان در افغانستان حاکمین را کارده بودن، آنها هم زور و توانمندی جنگ رویاری را با طالبان نداشتن، در بین خود مثل موریانه میخوردن، بنابراین شکست ازر نگاه بودن. تشکر. فعلا امریکا وقتی ما میگیم شکست خورده، اما ابدقدرتی خودش را از دست نداره. در جهان در بسیاری ممالک پایگاه های نظامی دارد و شما میدانید که فعلا با روسیه وقتی که اوکراین جنگ میکنه، جنگ امریکا و غرب با روسیه است. آنها زور از می خود را میکنن و افغانستان قسمی که قبلا گفتم، آنها خودشان با یک قرارداد در دوحه، شما دیدین که طالبان به قدرت رسید وقتی بعد از شکستشان، اینا میخوان که حرف قبلی خود را تکرار میکنن، شستشو نمایند، آنها پروژه به شکل پروژه پیش میرن. من باور کامل دارم که هرگز نمیتونه یک کشوری که تمامی جغرافیشون به دست یک حزب یا تنظیم یا تحریک طالبان فعلا هستن باشد، اینا را جهان از چشم بندازن. اما موضوعات سیاسی جهان و نظامی جهان تغییر کرده، حتی تکتیک جنگ نظامی فعلا در این مورد تغییر کرده. شما میدونید که امریکا اگر بخواهد در افغانستان هر جای را باز هم بعدش کسان هم میتونه که تخریب کنه و یا هم بمبار کنه. به این ملحوظ آنها بازی استخباراتی و تکتیکای جدید نظامی خود را به پیش میگیرن. باور کامل داریم که در آخر آنها بعد از یک حکومت دائمی و یک چند نفری را شاید که آنها در حکومت فعلی جابجا بسازن، بدون از اینکه چهره های مشهور قبلی باشن، چهره های نوی شاید بیان که بهانه برای امریکا پیدا نشود و امریکا به جهان نشان بده که ما تغییرات را آوردیم. حتما این موضوعات حل شده است. ممنون. ادامه که برنامه پس از وقفه. ادامه یه بحث، بازم خوش آمدین. همین سب بخواییم بحث جنبندی بکنم. حالا به هر حالش اگر هر کارنامه یه در گذشته وجود داشته، در حال حاضر به باور بسیاری های آمریکاست که مهر تایید را بر به کسب مشروعیت جهانی حکومت موجود در دنیا مگذاره. چگونه میشه که یک زبان مشترک بین کابل و واشنگتن پیدا شد؟ خب گذشته امریکا هرچی که بود، دیروز هم بازیگری اصلی بود در سیاست های بین المللی و امروز هم بازیگری اصلی در منطقه است. میپذیریم که امریکایی ها در حضور 20 ساله امریکایی ها حدود 2 میلیون نسل جوان ما آماری که داده شده تلف شده، بالاخره 80% کمک های بین المللی حیف و میل شد. بالاخره افغانستان از لحاظ سیاسی یک سیاستی ناهمگون و در نهایت امروز هم ما افغانستان در یک انزوای سیاسی قرار گرفته. این چالش هایی است که
همه عملکردهای ایالات متحده آمریکا در منطقه به ویژه در افغانستان است. ما قبلا هم خدمتتون عرض کردم که تلاش آمریکایی است که یک زبان تفاهم با امارت اسلامی پیدا کنن و تا بتوانن. این تلاش در داخل وجود نداره. این تلاش در داخل وجود داره. در داخل وجود داره. یک بدنه طالبان هم مفهومش این نیست که افغانستان بار دیگر تحت تاثیر سیاست‌های آمریکا در منطقه باشه یا در افغانستان باشه. خب روابط‌های استراتژیک شما در بسیاری کشورها می‌بینین که به عنوان یک قاعده بین‌المللی است. این روابط‌ها وجود داره. ولی بستگی به طرف‌های مقابل داره که چقدر میتونن بالای امو قوت‌های امکانات‌های بالقوه داخلی خودشان بتونن با طرف مقابل کنار بیاین. به هر حال خوب تاریخ افغانستان پر از این چیزا است. ولی آمریکایی‌ها تلاش نیست و یک بدنه طالبان تلاش نمیست که بر مبنای توافقنامه قطر یک چارچوب سیاسی جدید تعریف شود تا همه افغان‌ها تصویر خودداری ببینن. اما ای که شما میبینید که سر اصطلاح حکومتی هم شمول برداشت های متفاوت وجود داره. شما موقف گیری روسیه را میبینید، کشورهای همسایه را میبینید، در روزا موقف گیری اتحادیه اروپا را میبینید، امریکایی ها، حتی سازمان ملل متحد، که خب در همین نقطه خب کیست که بیای اینجا زمینه را مساعد کنه، بستر آماده کنه تا حد اقل یک تعریف قانونمندی از نظامی هم شمول داشته باشه. فقط در همین نقطه باقی است. امریکایی ها بازم ما به این نظر هستیم که تلاششان نیست که یک راه تفاهم ایجاد شود تا اینکه امریکایی های تلاش می کنند. دیروز وزارت خارجه آمریکا یک اعلامیه را پخش کرد، گفت که می خواهد حکومت سرپرست افغانستان مجازات بکنه. این مجازات شامل تحریم سفر مقام های امارت اسلامی میشه، محدود شدن کمک های بشر دوستانه میشه و در کنار از او حداقل افغانستان بیشتر به انزوا میره. چند پیش اگه اعلامیه دیگر وزارت خارجه آمریکا پخش کرد، گفت که ما در رابطه به انتقال قدرت در افغانستان فکر میکنیم. چطور میشه بگویم که واقعا آمریکایی ها به خاطر یک زبان مشترک تلاش میکنن؟ نه، ببینید تلاش میکنن. این خود سیاست آمریکایی هاست. فکر کنید در اقتصاد جهان حرف اول آمریکایی ها میزنن، در امنیت جهانی حرف اول میزنن، در پالیسی های منطقه ای اکثریت کشورهای جهان سوم متاثر از برنامه های ایالات متحده آمریکا است. ناتو و تا سازمان ملل متحد از کمک های اقتصادی ایالات متحده آمریکا بهره مندند. ولی به هر حال آمریکایی ها را به عنوان بازیگر اصلی باید در منطقه و جهان باید بشناسه. ولی در فشارهایی هم که بالای امارت اسلامی است، به خاطر از اینکه اینا برگردن به توافقنامه قطر، ما فکر کنم که اگر خدای نخواسته گپ به جایی بکشه که اینها نتونه زبان تفاهم پیدا کنند، تروریست یک تهدید دیگری برای منطقه ایجاد شوه، شما وضعیت پاکستان رو میبینید، وضعیت منطقه رو میبینید، باز گزینه بعدی شاید وقت است روش صحبت کردن. ولی به هر حال ما باوری ما است که تلاش امریکایی هایی است که با وجودی که فشارها وجود داره، با همه این فشارها وجود داره، روابط دیپلماتیک هست، اقتصاد افغانستان برای فعلا به یک نوی تحت کنترل آمریکایی ها هست، کمک های بین المللی حالا چی از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی با استفاده از همکاری های ایالات متحده آمریکا صورت میگیره، یعنی افغانستان به یک نوعی سپورت میکنه. و بحث هدفش این نیست که آمریکا یا بار دیگر اینجا حضور نظامی داشته باشن، ولی خب بحثشان نیست که برگردن با همو توافقنامه قطر و روی یک راهکاری که بتونه کسای دیگری که در بیرون از کشور است، اینا به عنوان یک خطری دیگه از طرف کسایی که دشمن ایالات متحده آمریکا یا رقیب آمریکا است، از طرف از اونها سازمان داده نشوه، در همین نقطه اینا پافشاریشون بیشتر است که اینا بتونن روی یک چارچوبی به توافق برسن. سپاسگزارم. چارلز، آمریکا به خاطر با وجود آوردن یک زبان مشترک با حکومت سرپرست در کابل تلاش میکنه؟ بله، امریکا بعد از بیرون شدن ایالات متحده، نیروهای ایالات متحده امریکا از افغانستان، بعد از اینکه میتونیم بگیم که از اسب از افغانستان افتید و فعلا نمیخواد که لجام و اسب را دست بده، ایالات متحده امریکا ما دیدیم با فرستادهای از او فرستادی ایالات متحده امریکا، مذاکراتی که در دو مرتبه در قطر یا داشتن، مذاکراتی که معاون CIA در کابل داشت و بعدا در اسلام آباد داشت و در قطر داشتن، ایالات متحده امریکا به شکلی از اشکال میخواهد که مناسبات تأمین کنه. و قبلا هم در
امو قرارداد قطر هم این مسائل درد شده بود، ولی شرایط به شکل دراماتیک طرز رقم خورد که خود ایالات متحده امریکا مقصر وضعیت در افغانستان بود. و این وضعیت در ابتدا برای طالبان هم ایران کننده بود. حالا ایالات متحده امریکا میخواهد که دو مرتبه مناسبات نظر به ضرورتی که خود ایالات متحده امریکا داره از دست دادن افغانستان برای ایالات متحده امریکا برای سیاست های ایالات متحده امریکا یک امر مناسبی نیست. ایالات متحده امریکا تنها همی فعلا در داخل افغانستان اضافتر از 100,000 کارمند مخفی CIA تربیه کرده. کارمند محلی کسی ها رو نمیشناسه. ایالات متحده امریکا در بسیاری جا به شکل بسیار معذرت میخوام چاوسه، شما چطور میشناسین؟ به شکل نامری در اونجا حضور داره. ما از سال 2004 در داخل افغانستان زمانی که اینا در استقامت سربازگیری شروع کرده بودن ما به جریان بودیم، ما خبر شدیم، ما حزب ما حرکت ما در داخل مردم است، ما نفوذ داریم، ما میفهمیم که از کدام قشرها از کدام کسای اینا شروع کرده بودن. اینا تریلینگ دیدن، هر کدام از اینا تربیه شدن در امریکا، سفرهای به انواع مختلف زیر نام بورسای تحصیلی و غیره بود. اینا پس فعلا در داخل افغانستان هستن، یک عده بیشتر از یا فیصدی اعظم از یا وجود داره. ایالات متحده امریکا به این شکل نمیخواه، به هیچ صورت نمیخواه که افغانستان که یک منطقه بسیار جیشی بسیار ضروری مهم در کنار چین، در کنار روسیه، کشورهای آسیای میانه و ایران موقعیت داره، این موقعیت از دست بده و میخواه در اینجا نفوذ داشته باشه. هر کشوری که در افغانستان، هر که قدرت بزرگ جهانی که در افغانستان امکانات، ظرفیت و نفوذ داشته باشه، نفوذ از این تاثیرگذار است بالای ایران، بالای چین، بالای هندوستان، بالای کشورهای سیاه میانه و حتی روسیه. به این نسبت ایالات متحده امریکا خیلی کوشش میکنه که روابط خود با تحریک طالبان، با امارت اسلامی نرمال بسازه. روی همین منظور میخواهی که زبان مشترک به وجود بیاید. که زبان مشترک به وجود نمیاید، طرف زبان زبان دیپلماسی بلد نیسته و این نابلدی زبان دیپلماسی طرف سبب میشه که ایالات متحده امریکا توسل بجویه به تهدیدها، توسل بجویه به فشارهای اقتصادی. امروز اگر کمک های جامعه جهانی، خود از جوان میگن که اگر با ما با موافقه نرسن یا قبول نکنن خواسته ها را، ما کمک ها را به مردم نیازمند قطع میکنیم. که خود از نشان میده که هدف اینجا مردم است، هدف ضربه زدن به مردم است. این سیاست غلط است. تشکر. باید سیاست های معقول پیش بگیرند. سیاست های معقول ایالات متحده امریکا یه است که بجز از موره های سخته خود اینا با کس دیگه تماس نمیگیرند. با کسایی که در سیاست های عمیق داخلی، سیاست های بزرگ در داخل افغانستان و در بیرون افغانستان نقش دارند و در گذشته نقش داشتند و تجارب و فراوان در استقامت های دولت داری دارند، ایالات متحده امریکا تمایلی با اینا پیدا نمیکنه و اتکا میکنه سر موره هایی که در گذشته هم ناکام بودند و بعد هم علاوه ناکامی بدنام بودند. ایالات متحده را امریکا را ناکام ساختند. ما طرحهای مشخصی در این رابطه برای ایالات متحده امریکا داریم که از چی طریق از کدام بتانند زبان مشترکی هم با طالبان پیدا کنند، هم با مردم افغانستان از زیر فشار اقتصادی و فشارهای موجود نجات بیاید. فرصت اندک است. ممنون اندرس بنمون. آخرین پرسش از شما میخواییم بپرسم، رای حل چی است؟ تشکر میکنم. ببینید یا بکرات ها بخصوص ایالات متحده امریکا، آنها در فکر دموکراسی و آزادی بیان و حقوق خانم‌ها و مردها اصلا یک فرمول است پیش از آن، از این طریق میخواهی که در کشورها مداخله کنند. برای آنها ما دیدیم که در کشورهای عربی، در عربستان سعودی، در امارات، در دبی، هر کسی که با قدرت باشه که منافع ملی آنها را مثل کشور قطر باید در نظر بگیره و برایشان خدمت کنه و در خدمت اجنا باشد. اینا هم با طالبان هم سالها مذاکره کردن، با باور کامل دارم که با آنها هم با بسیاری مسائل اینا پیش آمدن و ششتن و هر زدن و کباب ها و محفل ها و او دفاتری که برایشان تابال گرفته ای اصلا عادی نیست. با این خاطر کوشش میکنه که حکومتی که باشه که
به ضد مخالفین از یا باید اگر عمل نکنه باید منافع ملی امریکا را در نظر بگیره. شما گفتین که چی رای حل در کار است؟ رای حل ما افغانا ببینیم که در این بحث امروز هم هرچند بحث از شما بود در مورد کانگرس امریکا، ما باید در مورد افغانستان همیشه باید منتظر نباشه شورای ابر قدرت یا خیرات بتونه ما یا حکومت سازی کنه و یا در گذشته زیاد فکر کنیم. افغانستان فعلا در وضعیت بسیار خراب سیاسی اقتصادی قرار دارد. اگر افغانا خودشان دست به دست نشده یک اتفاق ملی و یک لوی جرگی که طالبا توب فوتبال دادشان است، توب میدان دادشان است، باید حرکت کنه افغانا را منسجم بسازه تا جهانیان متوجه شون که افغانا متحد هستند و این بهانه ها را زیاد نگیرند. در غیر آن این وضعیت خراب اقتصادی باعث بگردد این چراغ سبز و سرخی که همسایه های ما و یا هم ابرقدرت ها میتونه که چند گروه توریستی وجود دارد، 22 نه بلکه شاید 200 گروه توریستی رو بتونه آماده بسازه، از وضعیت خراب اقتصادی مردم ما استفاده خواهد کرد. نه آمریکایی، نه پنجابی، نه ایرانی و نه روسی، نه چینایی خواهد دیگه کشته شد. ذره افغانا افغانا رو بازم خواهد کشتن و جنگ های نیابتی خوش را به پیش آوردن. با حکومت فعلی که امارت اسلامی افغانستان است لازم است که دست به کار شوه. در طول 1.5 سال اینا هرچند جامعه جهانی هم ملامت هستند، باید حرکات های میلشون تا تعامل سیاسی به وجود بیاد. افغانایی که به بیرون رفتن همهشان خائن نبودن، دوباره باید بگردن. در کشور ما یک حکومت معیاری، قانون اساسی و کادرهای ما از فرار باید برگردن، مهاجر نشین. شما ببینید که امروز همی در کانگرس امریکا گفتن که هزارها تن از افغانایی که با امریکا کار میکردن در افغانستان مونده با اینا رو بکشن. کسایی هستن همشون کادرهای ما هستن، 76000 کشدن، چقدر در حال فرار هستن؟ 1 میلیون فرار کرده. این موضوعات مربوط افغان هاست و همیشه باید گوش دست به علاشه نشینیم که کی برای ما خیرات بده و کی برای ما حکومت میسازه. ما هم باید مستحکم شیم، اتحاد داشته باشیم، از گذشته، از تاریخ باید درس بگیریم. بسیار تشکر، سپاسگزار هستم از حضور مهمانانم که در این بحث با ما حضور داشتن و سپاس از شما که بیننده تحول امشب بودید. برنامه تحول در همین جا به پایان می‌رسد. خدا نگهدار.